این ها توضیح بدم در رابطه با فصل هفتم کتابتون هست که در رابطه با بحث تغذیه گیاهی و بحث انتقال مواد است. گیاه مانند جانور نیاز به مواد گوناگونی داره و عموما این مواد رو از طریق خاک میگیره، یه سری مواد رو از طریق هوا میگیره مثل گاز کربن دی اکسید رو، ولی بقیه یه مواد مورد نیازش رو از خاک جذب میکنه. برای این مورد لازم است که ساختار خاک رو بشناسیم. خاک از سه جزء تشکیل شده: مواد عالی، مواد غیر عالی و ریزندامگان و شون میکرو ارگانیسم ها. مواد عالی در از همون بقایای موجودات هم که مرده هستن. موجوداتی چه گیاهی چه جانوری وقتی میمیرن داخل خاک به وسیله باکتری و قارچ ها تجزیه میشه بدنشون و تبدیل میشه به ماده‌ای به نام گیاه‌خوار یا هوموس. گیاه‌خوار یا هوموس نقشش چیه؟ میتونه چون بار منفی داره یونایی که با بار مثبت داره به تصرف ریشه نداره و نزنه که از دست رسه ریشه خارج بشن و اونا برای گیاه ها بده جذب کنه. قسمت بعدی مواد غیرعالی. مواد غیرعالی همون مواد کانی هستن که بر اثر تخریب سنگ ها به وجود میان. عوامل مثل فرسایش، دریادا با هوایی انجمار اینا همه تاثیر دارن که اینکه سنگ ها فرو میشن و کم کم تبدیل میشن به مواد معدنی که قابل دسترس برای گیاه. یکی هم بحث ریز اندامگان هست یا میکرورگانیسم ها شامل باکتری ها هم پارچایی هست که هموار داخل خاک وجود دارن و اینا عموماً جزء گروه هستن که مفیدن و میتونن کمک کنن به گیاه. ببینید توی سلاید بعدیمون اگر این چرخه رو دقت کنید یکی از چرخه هایی هست که نشون میده گیاه چگونه نیتروژن رو جذب کنه. هیچ گیاهی قادر به جذب نیتروژن هوا نیست. به همین دلیل هم نیتروژن هوا باید همراه با بارندگی بیاد وارد خاک بشه. بعد که وارد خاک شد باکتری هایی که نشون میدن تثبیت کنند این نیتروژن و در خاک زندگی کنند اینا میان تبدیلش کنند به آمونیوم. یعنی در واقع نیتروژن گازی دچار کاهش یا نیم احیا میشه تبدیل به آمونیوم میشه. حالا آمونیوم میتونه یا مستقیم وارد ریشه بشه همونطور که یه چرخه ببینیم، یا اینکه آمونیوم به وسیله باکتری هایی که نیترات ساز هستن تبدیل بشه به نیترات و نیترات وارد ریشه بشه. هر دو بعد از اینکه وارد ریشه گیاه شدن باید تبدیل به آمونیوم بشن. یعنی گیاه آمونیوم رو میتونه تبدیل به آمینو اسید بکنه. به همین دلیل هم هست که حتی نیتراتی هم که میاد وارد ریشه میشه باید یه واکنشی تبدیل به آمونیوم بشه تا گیاه بتونه آمونیوم رو تبدیل کنه به آمینو اسید و برابر از سنتز پروتئین ازش استفاده کنه. پس بنابراین گیاهان هم آمونیوم براشون مورد جذب هم نیترات، ولی هر دو وقتی در گیاه وارد شدن فقط به شکل آمونیوم قابل استفاده هستن برای فرایند تولید پروتئین. ببینید که سلاید بعدی که در مورد چرخه فسفر هست. فسفر ترکیبی که به صورت فسفات قابل جذب بود، منتها جذبش خیلی سخت تر از نیتراته. چرا؟ چون این ایون میتونه به یونایی که به راحت متصل بشه و اجازه نده به ریشه که بتونه خیلی اونا جذب کنه. به همین دلیل هم گیاه باید راه کاری رو برای کار داشته باشه.
یکی از راهکارها این هست که بیاد تعداد تارهای کشنده را برای جهت افزایش بده. راهکار بعدی این است که انشاءالله تنیشه زیاد بشه و از این دو طریق این مشکلات حل بده. فسفات رو به ترکیبات سخاوته اسیدی هم بده و ترکیبی است که به سلامتی گیاهان مورد استفاده قرار داد همراه با نیتروژنی به جذب کنه در تولید دومون دیگه عالی حیاتی گیاه اینا استفاده میشن. یکی نوکلئیک اسید ها هستن که شامل دیگه قیمه آره دی هستن و همیگی هم ترکیبات پروتئینی هم یه سری پروتئین ها توشون فسفر بکار بوده هم همه نوکلئیک اسید ها نیاز به فسفر دارن و همچنین ترکیب ATP که تو فصل این گذشته باشه آشنا شدید یکی از مولکول‌هایی که ناقل انرژی هست فسفاته و ATP هست و ATP برای ساخت خودش نیاز به ترکیب فسفات داره. پس علاوه بر نیتروژن فسفر هم شکلی که از عناصر مهم مورد استفاده گیاه. میریم به سلاید بعدی. معمولا سه عنصر هست که توی کودا تقریبا به مقدار زیاد باید باشن: نیتروژن، فسفر و پتاسیم. یکی از راهکارهایی که میتونه مشکل کمبود مواد غذایی خاک را حل کنه بحث کودای آلی. یکیش هم کودای شیمیایی، یکی هم کودای زیستی. یعنی ما باید یا این که باکتری ها در داخل خاک بتونن با استفاده از بنایای موجودات مرده که بشونیم کود عالی نیازهای خودش را برطرف کنن، یا اگر نتونستن کاملی نیاز را برطرف کنن باید بریم سراغ کودای شیمیایی و کودای زیستی. کود عالی حسنش این هست که ساختارش تقریبا شدید به خود ساختار گیاهه و عناصری رو که گیاه نیاز داره تقریبا به طور کامل در اختیار داره و همچنین این کود اگر یک کمی هم تو خاک اضافه بشه خیلی گیاه رو وارد نمی‌کنه. ولی کودای شیمیایی دو نیستن. کودای شیمیایی سریع جذب میشن، به سرعت گیاه رشد میکنه، به راحتی پاور میشن. منتها مشکل کودای عالی است که آلودگی میکروبیوم که نداشته باشن، ولی کودای شیمیایی هم به محیط زیست آسیب وارد میکنن هم به خاک. یعنی اون ساختار دانه یه خاکی رو تبدیل میدن اون چسبنده که لازم از دست میره و در نتیجه خاکی که قابل کشاورزی برای رشد محصولات بیشتری نمیتونه باشه. از کودای شیمیایی را عالی هر رو هم مزایا دارن هم ضرر دارن. کود عالی ضررش آلودگی میکروبیه، کود شیمیایی ضررش محیط زیست و آسیب به خاک. مفید بودن که کود عالی عناصری رو که باید بسیار شبیه گیاهه و کود شیمیایی عناصری که داره خیلی سریع پاور میشه و جذب میشه. بهترین نوع کود زیستیه. کود زیستی یعنی انبوهی از باکتری ها. میان باکتری ها را در بشکه‌های بزرگ کشت میدن در شاید آزمایشگاهی و جمع گردشون به میلیارد ها باکتری برسه و اینا را بعد به خاک اضافه میکنن و اینا میتونن با واکنش هایی که تو خاک انجام میدن باعث کشیدگی ها بشن و هیچ کدوم از ضررهایی که کود شیمیایی یا کود عالی داره کود زیستی دیگه ندارن. یک کودی اسم پس خیلی ساده است و هیچون زیادی نداره و حسن زیادی هم داره. ببینیم به سلایده بعدی. اگر به این شکل دقت کنیم ما منبعی از کود مایع داریم. یکی از عواملی که باعث میشه محققین بفهمن که چه گیاهی به چه عناصری بیشتر نیاز داره، چه نوع کودی باید در اختیارش قرار میگیره، این است که ما اون را تو شرایط آزمایشگاهی با محدود غذایی مختلف با نسبت‌های متفاوت عنصری قرار بدیم
و بعد رشد میدونید در این محیط مایه با هم مقایسه کنید و بعد تو هر قسمتی بهترین رشد داشتن یادداشت کنم که مثلا این گیا به نیتروژن بیشتر احتیاج داره، این گیا به فسفر خیلی نیاز داره یا به پتاسیم، و بر همین اساس اینا میگن که مثلا پول فسفر بیشتر بده، پول نیتروژن دار بده یا پول زیست بده، بر این اساس اینا نوع گود رو تعیین میکنن. مرحله بعدی همونطور که کاهش مواد و عناصر تو خاک میتونه مانع رشد گیاه بشه، کاهش رشد ایجاد کنه یا مانع رشد بشه، افزایش مواد در خاک هم میتونه یه اثراتی داشته باشه. یکی از این موارد این هست که بیان به وسیله حشر خوشها یا سموم دفع آفاک رو استفاده بکنید، اینا داخلش مواد سمی هم گروه سمی ها گروه آرسنید یا سیانید ها هستن که اینا وقتی وارد منابع آب میشن باعث میشن که سرخصایی تا آبزی هستن سمی میشن و بعد اونجا میدونه آبزی که از سرخصایی تقضیه میکنن این سم وارد بدنش میشه و باعث مرگ میره اونها میشه. ماده دیگری که به صدا داخل خاک میتونه نسبتش اثر بذاره توی گیاه عنصر آلومینیوم هست. آلومینیوم میتونه در بافتهای گیاهی ذخیره بشه و وقتی ذخیره شد میتونه بر اساس نوع پی‌اچی که داخل خاک هست اثرات متفاوتی به یه رنگ گل داشته باشه. یکی از اونها گل ادریسی هست، یه گل زینبی که را که تصویر بعدی مقایسه میکنیم دو نمونه از این گل رو. اگر در این تصویر دقت کنیم سمت راست گل ادریسی که داریم با گلای آبی یا بنفش، سمت چپ حالت قرمز. زمانی که خاک اسیدی باشه وجود آلومینیوم داخل بافتای گیاه باید تو خاکای اسیدی باعث میشه گل برداره رنگ آبی یا بنفش در بیان، ولی زمانی که خاک قلیانی یا خونسا بشه گل برداره قرمز میشه. شبیه این فرآیند تو فصل 6 داشتیم در مورد آنتوسیانین. یادتون هست که آنتوسیانین ماده ای که در آخور ذخیره میشه و بر اساس پی‌اچ میتونه رنگ‌های مختلف رو داشته باشه، رنگ آبی، رنگ بنفش، رنگ قرمز میتونه آنتوسیانین داشته باشه بر اساس بازور پی‌اچ خاک. همزیستی در گیاهان، یکی از همزیستی های معروف گیاهان همزیستی ریشه با قارچ. قارچ ها معمولاً دو گروه کلی دارن، قارچ تک سلولی داریم و قارچ پرسلولی. قارچ های پرسلولی دارای رشته یا چیزایی که بشیدن نخینه، تعداد زیادی نخینه رشته دارن. این نخیل ها میاد اطراف ریشه را احاطه میکنیم و تعدادی از ما حتی که به تصویر میبینیم نفوذ کرده است به داخل منطقه پوست گیاه و حتی به داخل استوانه آبندی هم وارد میشه. قارچ چه وظیفه داره اینجا؟ قارچ میاد جذب آب و املاح رو، مواد معدنی رو توسط ریشه افزایش میده، یعنی کمک میکنه به ریشه ها بتونه مواد معدنی بیشتری رو جذب کنه.
و متقابلن ای آ بعد از این چکوت سنگیز شد غذا سازی کرد مقداری از مواد قندی خودش رو مهمن به انرژی در اختیار قاز قرار میده. بنابراین بهش میگن یه نوع رابطه یه همزیستی از نوع همیاری، یعنی که هر دو به هم دیگه سود برسونن. تو تصویر کناری مقایسه بود گیاه داریم، گیاهی که از همزیستی قارچ بهره‌مند شده و گیاهی که بهره‌مند نشده. اونی که نتونست با قارچ ها همزیستی داشته باشه، یعنی اون رو قارچش داخل خاک حضور نداشته، رشدش کمه. ولی نمونه دومی که قارچ اون قارچ ها به نظر داخل خاک بوده و رشد کرده و باش همزیستی برقرار شده، رشدش خیلی نسبت کنیم بیشتر شده. پس بنابراین این اکثر گیاهانی که دانه دارن و عموما گیاهان دانه دار که شامل بازدار من احوان میشه، اگر همزیستی کنن با قارچ میتونن به گوشت خودشون رو چند را بر افزایش بدن. همزیستی بعد، همزیستی بعد یک گیاهان با باکتری هاست. پس گیاهان با قارچ ها و با باکتری ها رو به تیه همزیستی دارن. حالا همزیستی با باکتری ها، دو نوع باکتری ها داریم که با گیاه همزیستی بودن. همینطور این شکل میبینید، این ریشه یک گیاهی از خانواده پروانوار، یعنی اونایی که گلاشون شبیه پروانه، مثل نخود، لوبیا، عدس، ماش، شنبر، یونجه، اینا همهشون جزو خانواده پروانوار هستن. باکتری میره داخل پوست ریشه گیاه، بعد شروع میکنه به رشد و همونطور که میبینیم یه تعداد گره هرک درست شده. الان این ریشه ما 6 تا گره هرک رو داریم. داخل گیره هر وقت تعداد زیادی باکتری ریزوبیوم هست. ریزوبیوم ها انواع مختلفی دارن، یک خانواده هستن و متناسب با نوع میزبان رشدشون به اصطلاح متفاوت خواهد بود. بعد از اینکه شروع به رشد کردن، این باکتری شروع میکنه نیتروژن هوا رو که مثلا بلندگی وارد خاک شده تثبیت میکنه، یعنی یکی از وظایف باکتری ریزوبیوم تثبیت نیتروژنه. بعد از اینکه نیتروژن تثبیت شد، تبدیل به مواد نیتروژنداری مانند پروتئین میشه و پروتئین در اختیار گیاه قرار میگیره. متقابلا خود باکتری از مواد قندی خود گیاه استفاده میکنه. پس بنابراین اینطور در رابطه دو طرفه، یعنی در دو طرفه به هم سود میرسونن، هم باکتری به گیاه سود میرسونه و هم گیاه به باکتری سود میرسونه. پس یکی از همزیستی‌های باکتری‌ها با ریشه گیاهان خانواده نخود یا پروانه‌باران همزیستی باکتری ریزوبیوم ها. توی تصویر بعدی همزیستی سیام و باکتری‌ها را داریم. در اینجا اگر دقت کنیم دو تا گیاه ما داریم، هر دو با یه نوع باکتری هم زیستی دارن که بهش میگیم سیانو باکتری. سیانو باکتری ها دوتا باکتری هایی هم که خودشون قادر به غذا سازه هستن، توانایی تصمیم به نیتروژن دارن، ولی خوشبختانه هوازی نیستن، یعنی اکسیژن مصرف نمی کنن، از اکسیژن گیاه و محیط استفاده نمی کنن، در مقابلش به محیط اکسیژن وارد می کنن. سمت راست نشون داده است نمونه از سرعص آبزی آزالان که ایران هم در تالاب‌های شمال ایران مثل بندر همزنی روش می‌کنند و در داخل بدن این گیاه سیانوباکتر روش می‌کنه، تکسلولی هم هست روش می‌کنه و عمل تثبیت نیتروژن را انجام میده و مواد نیتروژنبار مورد نیازی به سرعصا فراهم میکنه. منطقه افزایش جمعیت اینا رو باید میتونه برا جامعه را بگید که زیر آوار باشه. نمونه دیگه که در سمت چپ شکل داریم
یه درخچه داریم به نام گنرا. شماره من از ۳-۱. این درخچه توی شاخه و گنبرگ خودش سیانوباکترها رو داره و سیانوباکترها در این دو مرحله زندگی میکنن و عمل تثبیت نیتروژن رو به عهده دارن. اینا مواد نیتروژن دار رو در اختیار گیاه قرار میدن و متقابلا از مواد انگی گیاه میتونن استفاده کنن. پس این دو گیاه سرعصاب یا آزولا و گیاه گمراه هر دو رابطه ی همزیستی دارن با سیان باکتری ها که نمونه از باکتری های تکسلول هست. میریم تصویر بعدی. سه تا گیاه داریم که هر سه تا از گیاهان گوشتخوار یا حشره خوار هستن. یه نمونه از اینا اسمش تو کتاب اومده، این شکل سندویچ. اصولا گیاهان حشره خوار و گوشتخوار دو رو برمیدن، یه رو برگ عادی دارن مثل هم یه گیاهان که میتونن غذا سازی کنن، عمل فتوسنتز رو انجام بدن، مثل همه گیاهان برگ صابه میشه، دارن گل تولید میکنن، دانه دار هستن، ولی به دلیل اینکه زیستگاهشون کم بوده نیتروژن داره، به همین دلیل هم مجبورن که کم بوده نیتروژنشون رو از طریق شکار حشرات جبران کنن. این سمت چپ گیاهی است به نام توبریزه یا توبرواش رو در شمال ایران روش میکنه. غیر از برگای معمولی برگی داره کوزمانه و این برگی کوزمانه یک دلیل که اصطلاحا بشیدن مهمیز یا کمینگاه. زمانی که حشره میره داخل این برگ کوزمانه و میخواد از شهر گیاه استفاده کنه، بلا فاصله در این بسته میشه و حشره به دام میفته و گیاه شروع میکنه با تولید آنزیم اون رو گوبالش میکنه و از موارد پروتئینیش استفاده میکنه. تصویر وسطی گیاهی است که اصطلاحا بهش میگن دیونه. یه برگ دو قسمتی داره که میتونه به صورت لولایی باز و بسته بشه. یه سری خار حساس وسط برگ هست. به معنی که حشره گلدار به حشره میشینه به این قسمت، بلافاصله برگ بسته میشه و با ترشح آنزیم رو گوارش میده. تصویر سمت راست نمونه دیگه از برگ گیاهی به نام دروزه را نشون میده که دارای فلاسیایی پرک حساس هست در اطراف لبه برگ. این برگ دیگه تانه میشه فقط زمانی که حشره گلدار و حشره میره روی برگ میخواد از اون استفاده کنه. تمام این رشته هایی که لبه برگ هستن مثل یه توری گفتم به سر حشره، مثل زمانی که مثلا میخوام یک قلم داره شکار کنن، میان یه توری رو پرد کنن از سر قلم به جد دام بیفته. اینجا برگ همین کار رو انجام میده تا بتونه بیان به دام بیفته. نوعی دیگه از زندگی رو داریم که زندگی انگلیه که در اسرائیل برگی توضیح میدن. در اینجا دو تا گیاه داریم، دو گیاه انگلیه. یکی گیاه سس هست که ریشه نداره، ساقه داره و به رنگ زرد یا نارنجی میان میپیچه دور ساقه و برگ و یکی آقای میسواره خودش. مثلا فرض بگیر ریبو، نعنا، سبزیجاتی بگیر میپیچه دور اونا و به وسیله اندام مکنده خودش میفرسته به داخل آوند آب کشیدی ها و از مواد غذایی داخل آوند استفاده میکنه. پس این گیاه چون قدرت فتوسنتز نداره، مواد مورد نیاز خودش را از ساقه و برگ گیاه میزبان دریافت میکنه. گیاه بعدی انگر رو بهش میگیم گل جالیز. اصولا جالیز یعنی جایی که منطقه که کرو، گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، خربوزه، گرمد و
پادنجون اینا روش میکنن، این هم تقریبه بشین در منطقه جالیزی یا بشین در محصولات جالیزی. یه نمونه ایتر تو تصفیه کتاب داریم گوزه فرنگی کنار این گیاه یه بوتری روش کرده به صورت زربن که اسم یه بود شنگوله جالیز از طریق ریشه از میزبانش تغذیه میکنه، یعنی ریشه این گل میاد اندام مچنده تو میکنه و این اندام مچنده میره داخل ریشه و از مواد آلگی ها استفاده میکنه، برای همین هم درستن یکیه انگلی دارد ولی در این میاهایی هم که سلوحاً نیمه انگل حساب میشن. ادامه میدن درس فصل هفت رو در آنطور گفتاده سه دوم که مربوط به انتقال مواد گیاه. انتقال مواد گیاه دو بخش مسیر کوتاه داره و مسیر بلند. زمانی که آب و املاح از خاک میرن داخل ریشه و میرن تو آبندهای چیدی ریشه را بشون در مسیر کوتاه و زمانی که از آبندهای چوبی ریشه میره به سمت برگها میشه مسیر بلند. مسیر کوتاه خودش شامل دو قسمت هست. اول این قسمت میشه به این اسلاید ما داریم انتقال مواد از سطح یافته، یعنی ما اینجا بررسی میکنیم که چگونه آب و املاح از یک دونه یافته عبور میکنه نه مجموعی از یافته ها. یافته ها رو میبینه یافته های گیاهی دیوار سن میدارن قشای درسمایی هم دارن. زمانی که میخواد این مواد عبور کنه نیاز به کانالهایی برای عبور داریم. یکی از مواردی که به تعداد مناسب در قشار وجود داره کانال عبور آب هست، یا این پروتئین کانالیه انتقال دهنده آب بهش گفته میشه یا اصطلاح علمی شون میگن آکواپونی. شبیه همین کانال ها در قشاری با کولا هست، جایی است که آب میتوند از این طریق وارد یافته میشه و معمولا نام کانال های دریچه دار هستن ولی دریچه هاشون همیشه بازه و میتونه آب و املاح از این قسمت وارد یافته بشه. این روش اول. روش بعدی رو تو اسلاید بعدی داریم. قبل از اینکه روش دوم رو بگم تصویر از یکی از این کانال ها داریم. این یه دونه پروتئین کانالیز از گروه پروتئین سراسری دو لایه فسفریک دو قشار داریم به اضافه پروتئین سراسری. مولکولای آب از داخل این کانالی که همیشه بازه طبق قانون اسموزی و هم پتانسیل آب که قبلا خونده میتونن وارد بشن و گیاه هر موقع دیر آب در محیط کمه تعداد این پروتئین را در قشار خودش افزایش میده تا بدون آب بیشتری را از طریق سطح یافته‌ای جذب کنه. در اینجا ابتداعاً یه نمودار کلی را توضیح میدم راجع به مسیر حرکت و مسیر که گفتیم. وقتی آب و املاح از طریق تاره اشان اگر این شکل بکنیم بخش زمین و هوایی گیاه شده شده ابتدا تو مسیر کوتاه آب و املاح میان وارد آبنده چوبی بیشه میشن. آبنده چوبی هم در واقع استوانه آبنده هم استوانه آبنده یعنی مجموعه از سلولهای زنده به نام لایه ریشه زا که اطراف آبندهای چوبی و آب کشی ریشه آتی کردن بهش من سوان آبند میاد داخلید. بعد که از این قسمت میخواد صعود کنه یعنی شیره خام آبندهای چه جذب شده بهش میگیم شیره خام. میخواد شیره خام به سمت برگها حرکت کنه اون قسمت رو بهش میگیم مسیر بلند. پس من برای این شکل ما مسیر کوتاه داریم و مسیر بلند داریم. چرا که مسیر کوتاه یکی انتقال سطح یافته ای و مورد بعدی این تصویر بعدی.
این شکل یه برشه عرضی ریشه را مشخص کرده. جایی که تارهایی کشنده وجود دارن و تار کشنده جایی هم که بخش زنده یکی ها وجود داره و قسمت های براتر ریشه که تار کشنده نبده و جذب خالکی نبده. در اینجا ما دومین مسیر حرکت رو که داریم بشیدم عرض بشایی. عرض بشایی یا عرض ریشه ای عنوانش هست. عرض ریشه ای خودش شامل عرض بشایی میشه، مسیر سیم پلاس بشیدم و آبو پلاس. الان این شکل سه تا بند داری که من توضیح میدم. ابتدا مسیر عرض بشایی از تار کشنده آهلا یاخته به یاخته حرکت میکنه تا میره داخل سال آوندی و به آوانده چونی میشه. این مسیر بشنم بشنی که مسیر عرض فشاری. مسیر دومی که اینجا داریم مسیری است که به رنگ سبز نمایش شده شده به نام مسیر سین پلاستی یا بشنم مسیر درون پروتو پلاستی. به این معنی که وقتی آوانده وارد تاری کشن میشود میره به سبری مجاب از شکلی از سبری پلاسفودیس که تو فصل قبل داشتیم گفتیم بین سبری مجاب و گیاهی کانالهایی هست و مبوریم هم با به نام پلاسفودیس. بنابراین آبان را از یه سبری به سبری بعدی از طریق پلاسفودیس ها جا بجا میشه تا اینکه میرسه به قسمتی که بشنیم درون پوست یا آنوله. از درون پوست آنوله من عبور میکنه از لایه ریش زاکه زیر آن دو دهن قرار داره نم عبور کنه میره وارد آبنده چوری میشه. مسیر سوم مسیر آکوپلاستیه یا مسیر برون پروتوپلاستی، یعنی تاوانده که میره داخل سلول از بین سلولا و از طریق دیوار سلولی با قشار به فاصله کم داره. آوانده میره به فضای دیگه دیوار و فشار و بعد باره میاد بیرون میره گروه به دیوار بعدی و همچنین از منحافظی که به این سلول هستیم عبورو کنه تا میرسه به آندودرم. به آندودرم که میرسه یا در پوست این آندودرم ویژگی های داره که را تصدیل بعدی توضیح بیدم که این ویژگی ها بارس میشه که مسیر آکوپلاستی نمیتونه باعث عبوری مواد بشه. بنابراین اینجا میره وارد مسیر سیمپلاس میشه. پس بنابراین هر سه مسیر تا آن مدل هست. از آن مدل به بعد فقط مسیر درون پروتوپلاستی وجود داره. بعد که از آن مدل رو درون پوست عبور کرد لایه ریشه زاتاری و داخل آوانده چوبی اینجا رو بره هر سه تا مسیر وجود دارن. توی این تصویر که بزرگنمایی بیشتری رو از آن رو نمیشون بدهید مطالب رو بخوام توضیح کنم. توی تصویر سمت چپ اومده آن رو نمیشون بدهید با سلول های لایه ریشه زاکه که تو سمانم آن حساب میشه. آن رو نمیشون رو در اون پوست و خود منطقه پوست حساب میشه. حالا این سلول آن رو نمیشون تو دیوارشون ماده‌ای به نام سوری یا چوبنده رسوب می‌کنه. نحوه رسوب متفاوته. گاهی وقتا رسوب میاد تو دیوارهای جانبی و دیوارهای بیرونی و درونی چوبنده میشه تا آب املا عبور کنه. معمولاً یه آن بودن به یه چون وضعیتی ها دارم. گاهی وقتا مثل این شکل سمت راست اقلب سلولای آن دو در یا در پوست چوب پنبه شده گسترش پیدا کرده به طوری که اجازه عبور شیرین خام یا آبانده ها نمیده و آرایشش هم حالت یو شکل یا نمی شکل داده. پتارا راه های بودن آقا چیه؟ بین سلولای در پوست
یه سلولایی وجود داره به نام سلولای معبر. این سلولای معبر دیگه چون هم به ندارن برای براحتی از اینجا میتونه آب هم را وارد بشه. جیاهانی که سلولهاشون سلول معبر دارن و اغلب سلولای آماده باشون قابل عبور برای شیره خام نیست، اینا کنترل و عبور مواد رو به شدت انجام دارن. گروهی که سلول معبر ندارن و همه آماده عبور مواد رو انجام میده کنترل ضعیف داره، ولی توی این گروه کنترل خیلی شدید داره. حالا میریم توی انتقال در مسیر بلند. تو مسیر بلند دو نیرو باعث میشه آقا امراه باشی میخوام از آقا یه چونگی میشه بره به سمت بر. عامل اول فشار میشه. فشار چیه؟ سلولای آنوله و سلولای رایی میشه با هم دیگه با روش انتقال فقا یونا را میدن به داخل آوانس کنید. فشار بسازنیر بالا و باعث میشه پتانسیل آب کم بشه. بنابراین آب کشیده میشه به سمت داخل آوانس کنید. یعنی نیروی سر باعث میشه آب هل داده بشه به داخل آوانس کنید یه ریشه. که این موضوع رو اومدن به یک گیاه گلدانی آزمایش کردن و یک تصویر بعدی این آزمایش ها توضیح میدن. اگر این گلدون رو دقت کنیم ساقه گلدان نزدیک سطح خاک برش دادن و اومدن توسط یک لوله لاستیکی یک لوله خمیده‌ای که داخل جیره هست رو به مقطع ساقه وصل کردن. این گیاه الان نمیتونه از طریق برگ آب تبخیر کنه و نیروی تعرق آب بکشه بالا، پس بنابراین فشار ریشه‌ای باعث میشه که هی آب کشیده میشه به درون آوازه سوری میره به سمتی بالا و فشار داره به جیره. هر چقدر جیره تو میگوله بره به سمتی بالا این معنیش نیست که گیاه فشار ریشه‌ایش بیشتره. مثلا اون فشار ریشه‌ایش یه سمتی به جیره است، پنج سمتی به جیره در واحد زمان هم داری کنند زامین یا معمولا ساعت میگیرن که توی یک ساعت چقدر این جیره بالا رفته و بر اساس اون میگن فشار ریشه گیا چند است. مهمترین عامل در حرکت شیره خام به سمت بالا تحرک. مفهومش چیه؟ ابتدا از سطح برگ آب تبخیر میشه. تحرک یعنی خروج آب به صورت بخار از گیاه. در مقابل تحریک داریم که میشه خروج آب به صورت مایع. حالا رو خود شیره برگ مطلب رو توضیح میدم. اگر تو این تصویر نگاه کنیم به سمت بالا مال مقطع ارضی برگ نشون میده. روزنه هوایی در اثر عوامل محیطی مختلف باز میشه. باز که شد آب شروع کنه بخار میشه. وقتی آب خارج شد پتانسیل آب توی برگ کم میشه. شروع میکنه سلولاس در کنارش آب میگیرن تا نهایتا از آونده چوبه این آب دریافت میشه. یعنی هر چقدر برگ تعرق بیشتر انجام بده برداشت آب از آونده چوبی بیشتر میشه. حالا آب وقتی از آونده چوبی رفت داخل برگ جایگزین میشه. داخل آونده چوبی دو نیرو کمک میکنن که این آب به سمتی بالا هدایت بشه. یکی از این نیروها رو بهش میگیم همچسبی، یکی میگیم دگرچسبی. نیروی که بین خود مولکولای قطبی آب همچسبی و نیروی که بین مولکولای آب و سطح آب دگرچسبی.
این دو تا نیرو باعث میشه که حرکت ستونه آب در داخل آب و مسجوری به سمت بالا قطع نشه و به صورتی پیوسته آب از آب و مسجوری ریشه بیاد تو ساقه، بیاد به داخل بر و بعد خارج میشه. تا زمانی که عمل تحرک ادامه داره سبونش به اقامت ادامه داره. حالا اشاره کردیم به اصل روزنه های هوا. میخوام بیدیم روزنه های هوایی اینا چگونه باز میشن که آب به صورت بخار دفع بشه. هر روزنه هوایی تشکیل شده از دو سلوله لوبیاشه به نام سلوله نگهبان، که این سلوله نگهبان از نظر ساختاری یه سری ویژگی‌هایی دارن و تحت تاثیر عوامل محیطی هست. عوامل مثل نور، مثل دما، مثل رطوبت و کربن دی اکسید، اینا عواملی هستند که میتونن در باز شدن روزنه هوایی نقش داشته باشن. حالا باید که ببینید چگونه این اتفاق میتونه بیفته، ببینید من تصویر صدای نگهبان رو بررسی میکنیم. در اینجا روزنه در دو حالت داریم، حالت بسته حالت ما سلولار ریاشه و دیواره پشتی سلولار مازوکه دیواره شکمشون زخمی شکل کنیم. نهلی باز شدن رو مطرح کرده. زمانی که نور میتابه به گیاه به روزنه خوبه یا دمامی ادبالا و یا نصف سیولیو رو گیاه ها دریافت کنه، ابتدا به صورت فعال کلورو پتاسیم رو جذب میکنه. تا جذب شد فشار اسموز میره بالا. فشار اسموزی که نگاه کنه به دنبالش آب وارد میشه. آب که وارد شد پدیده توج اسانسی یا آماس اتفاق میفته. این خود نشیدنی که بیشید داریم اینا آرایشی شعالی رشتهای سلولوزی هست. این رشته ها یه سرشون به دیواره شکمیه، یه سرش به دیواره پشتیه. وقتی این سلول توج اسانس پیدا کرد نمیتونه از عرض بزرگ بشه، پس میخواد از طول بزرگ بشه. از طول وقتی میخواد بزرگ بشه دوستانی سلولای نگهبان هم چسبیده، پس این نیروی فشار توج اسانسی باعث میشه سلولا به سمت بیرون خم بشن و وقتی به سمت بیرون خم شدن بینشون یه فضای خالی رو بزرگ میاد، در امانت اون روزنه باز شده. تو شکل بالا عکس این حالته، خروج پتاسیم و کلورو نشون داده و به دنبالش خروج آب و بسته شدن روزنه. در این شکل فرایند تقریبا داریم که خروج آب به صورت مایع. دو نمونه بعد داریم، یه بعد از گیاهان گندمی داریم که روزنه آبیش نوک برده. روزنه آبی در انتهای آونده چوبی برگ قرار دارد. زمانی که گیاه به هر دلیلی نتونست تحرک انجام بده، یعنی آب رو به صورت بخار از خودش خارج کنه، به دلیل اینکه ریشه داره دائم آب جذب میکنه، آب اضافی تو گیاه جمع میشه. گیاه اون آب اضافی رو به صورت مایع از روزنه آبی دفع میکنه. برگه های این برگی از چه منطقه گیاهی گوزه برنگی در لبه های برد موقع قرارات مایه آب رو میبینیم که روزنه های آبی در لبه برد قرار گرفته و گیاه اون آب اضافی خودش از طریق روزنه آبی میتونه دفع کنه و روزنه آبی دیگه مثل هوایی باز و بستنی میشن. همیشه بازم منتها زمانی مایه ازش میاد بیرون که تحرک نتونه انجام بشه. مطلب بعدی مربوط به که بحث پایانی هم هست، مربوط به حرکت شیوه پرورده، یعنی اون مواد عالی که گیاه در برگ‌ها تولید کرده. خب این قسمت گزارش نمونه‌ای از سلول برگ نشون داده.
محلی که مواد عالی مثل قند ساخته میشه. یه دانشمندی اومد و این آزمایش رو طراحی کرد و فرضیه‌ای ارائه داد به نام فرضیه ارنست مونش. فرضیه حرکتش به یه پرونده رو بهش میگیم حرکت توده‌ای مواد عالی یا مونش. مونش رو چهار مرحله شد. گفت ابتدا مواد عالی با احتمال فعال از سنگ بعد میره داخل آمده آب کشی. اسم این مرحله رو گذاشت بارگیری آب کشی. اینجا منظور از بار یعنی مواد قند. مرحله بعد وقتی مواد قند میاد وارد آمده آب کشی برگ میشه، فشار بسازی میره بالا، آب از آمده شروع کشیده میشه به داخل آمده آب کشی و در اینجا مقدار زیادی آب همراه با مواد عالی جمع میشه. این میشه مرحله دوم. پس مرحله دوم تجمع آب، مواد عالی و سایر مواد معدنی است. مرحله سوم این مواد به صورت توده، یعنی مواد عالی و کانی به صورت توده حرکت میکنن به سمت محل مصرف، که محل مصرف میتونه ریشه باشه، میتونه یک گل باشه، میوه باشه. به محل مصرف که رسید میشه گام چهارم. مواد عالی گوره با نیروی احتمال فعال وارد سلسله مصرف کننده میشه و وقتی وارد سلسله مصرف شما شد دوباره آب وارد میشه. این مرحله رو اسمش رو گذاشتن باربرداری آبکشی. یعنی وقتی سلولای مصرف کننده یا مواد غذایی مثل قند یا از آبنده آبکشی برمیدارن در خودشون، اسمش میذارن باربرداری آبکشی. و نکته آخر که برای اینکه نشون بدم مسیر حرکت شیمی پرورده از سمت بالا به پایینه، اومدن یه آزمایشی رو انجام دادن و یه آزمایش هم انجام دادن برای اینکه سرعت و ترکیب شیمی پرورده بتونن تعیین کنن. در اینجا یک شکره داریم که نشسته توی یک سایه علف. دانشمندان بررسی کردن دیدن که شکره با خوردومی خودش واردی آبنده آب چشمیدن از مواد عالی استفاده میکنه که همون شیره پرورد. زمانی که داشت از اون تغذیه میکرد اومدن با اسپری رو بیهستش کردن و بعد خوردوم رو قطع کردن که شکل سمت چپ. خورتون وقتی قد شد اون مواد عالی که داخل آبنده آب کشی داشت میمد به تو بدن اون حشره، الان میتونید اون رو توی زرد جمع کنید. با این کار هم میتونید تبکیل موادش بشنسید، هم میتونید سرعت خروج این ماده را از طریق این اندام مکنده با خورتون میتونید بررسی کنید. و شکل پایانی گفتار سه. اگر ما قسمتی از پوست ساقه را جدا کنیم به طوری که این قسمتی ها را آکشی نداشته باشه، ببینید چه اتفاق میفته. تو شکل سمت راست مشخصه، بخش بالا نوامده شده از پایین اتفاقی نمیفته. یعنی شیره پرورده که از سمت بالا به سمت پایین داشت حرکت میکرد، چون اینجا مسیرش بسته شده نتونست بره به قسمت پایین، بنابراین در اینجا تجمع پیدا کرده و باعث ایجاد برآمدگی در این محل شده. و سلام، این مطالب بود در رابطه با فصل هفتم کتاب سیستم یک دهنه تزیینی.